برای اون دسته عزیزانی که شاید اولین بار هست منو میبینن، فراز هستم، شبان کلیسای پادشاه از کشور انگلستان، شهر بولتون. بسیار باعث افتخار منه که بتونم بر روی این استیج در کلیسای آلفا اومگا برای چندمین بار هست. من کیف میکنم، انقدر این کلیسا رو دوست دارم، انقدر دلم به شما عزیزان چسبیده، و همینطور به خادمین مبارک این کلیسا، کشیش آلبرت و کشیش نسین عزیز و رهبران عزیز این کلیسا بتون افتخار میکنم. کلیسای بسیار زیبا و خوشگل هستید که خداوند رو دوست دارید. چقدر زیبا خدا رو پرستش کردید. من زمانی که پرستش شروع شد، حضور خدا قشنگ انقدر محسوس بود که به خواهر نسین نگاه کردم، گفتم عجب برکتی، عجب قدرتی در این حضور جاری شده در کلیسا. این به این لطفه که اون امروز برنامه خاصی داره، او برکت خاصی داره. آخرین روزی است که من، آخرین شبی هست که من در آلمان هستم و دعا میکنم خداوند امشب کار خودشو به کمال برسونه برای اون رسالتی که بر دوش من گذاشت. تو این کشور اومدم، افتخار اینو داشتم که دیروز در کلیسای راه خدا به همراه کشیش هادی عزیز و کشیش مریم عزیز و خادمین مبارک کلیساشون باشم، و من کلی برادر خواهرها و مقدسینی در این کشور دارم که واقعا عاشقشونم، دوستشون دارم، ازشون چیز یاد میگیرم، و با تمام وجودم امروز این لحظات آخری که در این کشور هستم رو میدونم که خدا کاری میخواد انجام بده. کیا باور دارن امشب خدا کاری انجام میخواد بده؟ هللویا، شکر. به طور مخصوص میخوام بعد از اینکه پیغام تمام شد برای شفا دعا کنیم، برای شفای جسم، و نه تنها شفای جسم، شفای هر مشکلی. افسردگی هست، عزیزی بود اینجا بین ما افسردگی داشت، واسه خدا منو شفا داده. خداوند دستش کوتاه نیست که نرهانت، و قدرت داره لمس کنه، شفا بده، آزاد بکنه. فکر میکنم برادر آرش عزیز ماه پیش برای کنفرانس برادران چند نفر شفای جسم گرفتن اینجا؟ 24 نفر، 24 نفر اینجا شفای جسم گرفتن. یه برادر افغان عزیزی بین ما بود، تازه اومده بود کلیسا، با گردن درد اومد و خیلی چیز نبود، امیدوار نبود، چون ایمانم هنوز نیاورده بود. ولی جالب اینه وقتی اومد جلو گفت گردن درد داره، گفتم امتحان کن، گفت همون تموم شد، گفتم آره، تکون داد، گفت نیست. بله، خداونده، آمین. خدا عاشق ماست و دوست داره که ما رو شفا بده. شفا نان فرزندانش است، آمین. ولی بقیه هم شفا نمیده. چرا؟ برید تو خیابون بر روی مردم دست بذارید، نگفت روی ایمانداران دست بذارید، فقط برید بر مردم، به بیماران دست بگذارید، شفا بیاورد. پس امشب بعد از جلسه به طور مخصوص میخوایم دعا کنیم برای شفا، آمین. اگر کتاب مقدس دارید با هم دیگه دوم پادشاهان باب 5 رو باز بکنیم. من دوست داشتم صدای زیبای بعد آرش رو بشنویم. اگه افتخار بدی با داشتم بیای، ممنون میشم. ببخشید هر دفعه سورپرایزت میکنم، ولی به افتخار برادرم دست بزنید که با این برادرم بیرون. فقط اینکه چرا مجرد مونده هنوز برای من سواله. هم خوشتیپه، هم رهبره، هم جوونه، هم مرد خداست. سخت پسنده؟ نه، فکر نمی کنم. من اینقدر میگم که شما خانما پاجلو بذارید. چی شده؟ از کجا؟ بله، من تازه فهمیدم ایشون چرا ازدواج نکرده. تاب از کجا؟ خدمت هستن از باب 1 آیه 1 تا 7. نه، بریم جلوتر. 19. بله، متشکرم. کتاب دوم پادشاهان باب 5 آیات 1 تا انتهای آیه 19. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام در نظر سرورش مردی بزرگ و محترم بود، زیرا خداوند به واسطه او پیروزی نصیب ارام کرده بود. نعمان سربازی دلاور بود، اما جزام داشت. باری سپاهیان ارام حمله آورده، دخترکی را از سرزمین اسرائیل به اسارت گرفتند و او کنیز زن نعمان شد. روزی دخترک به بانوی خود گفت: کاش سرورم نزد نبیی که در سامره است می بود تا از بیماری جزام شفایش دهد.
خود رفته و گفته آن دختر اسرائیلی را به عرض او رساند. پادشاه ارام فرمود به آنجا برو، من نیز برای پادشاه اسرائیل نامه ای خواهم فرستاد. پس نعمان با 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا و 10 دست جامه روانه شد. نامه ای نیز برای پادشاه اسرائیل آورد به این مضمون: این نامه را با خادمم نعمان برای تو میفرستم تا او را از جزامش شفا بخشی. پادشاه اسرائیل به محض خواندن نامه جامه بر تن درید و گفت: مگر من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص کسی را جهت شفا از جزام نزد من فرستاده است؟ اینک بنگرید که چگونه برای جنگ با من بهانه میجوید. اما چون الیشا مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل جامه بر تن دریده است، برای او پیغام فرستاد که چرا جامه خود را میدری؟ به آن مرد بگو نزد من آید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمد و در برابر خانه الیشا ایستاد. الیشا قاصدی نزد او فرستاده گفت: برو و 7 مرتبه در رود اردن خود را بشوی تا بدنت شفا یابد و پاک شوی. اما نعمان خشمگین از آنجا رفت و گفت: اینک فکر می‌کردم او به یقین نزد من بیرون آمده، می ایستد و دستش را بر محل جزام حرکت داده، نام یهوه خدای خود را می خواند و جزام را شفا می دهد. آیا رودخانه های ابانه و فرپر در دمشق از تمام آبهای اسرائیل نیکوتر نیستند؟ آیا نمی توانستم برای پاک شدن در آنها تن بشویم؟ پس برگشت و خشمگین از آنجا رفت. اما خادمانش نزدیکش آمده او را گفتند: ای پدر ما، اگر آن نبی تو را به انجام کار بزرگی فرمان می داد، آیا چنان نمی کردی؟ اینک فقط فرموده است تن بشوی و پاک شو. پس او رفت و همان گونه که مرد خدا گفته بود 7 مرتبه در رود اردن فرو شد. ناگاه بدنش شفا یافت و همچون تن پسر بچه‌ای پاک و تازه گشت. آنگاه نعمان با همه مردانش نزد مرد خدا بازگشت و آمده در حضور او ایستاد و گفت: اینک میدانم که در تمام زمین جز خدای اسرائیل خدایی نیست. حال استدعا میکنم از خادمت هدیه‌ای بپذیری. اما نبی پاسخ داد: به حیات خداوند که در حضورش ایستاده ام سوگند که هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. نعمان اصرار کرد ولی الیشا نپذیرفت. نعمان گفت: حال که نمیپذیری، رخصت ده 2 بار قاطر از خاک این مکان به بندت داده شود، زیرا از این پس بندت جز به یهوه به خدای غیر قربانی تمام سوز و هدایا تقدیم نخواهد کرد، اما خداوند بندت را به سبب این یک خطا ببخشاید، زیرا چون سرورم برای پرستش به معبد رمون می رود، همواره بر بازوی من تکیه می زند و من آنجا سجده می کنم. پس آنگاه که در معبد رمون سجده می کنم، خداوند این خطا را بر خادمت ببخشاید. الیشا گفت: به سلامت برو. آمین. این از کلام خداوند. آمین. در کلیسای انگلیکن میگن که وقتی کلام خونده میشه، کسی که کلام رو میخونه میگه این است کلام خداوند، در جواب پاسخ میدن ستایش بر تو ای خداوند. آمین. یه دست برای آرش بزنیم و حالا اینو با هم تمرین کنیم. این از کلام خداوند. آمین. چقدر زیباست نه؟ با این ایمان بریم سراغ کلام. وقتی میشنوم میگم این کلام خداست، این اینسپریشن و الهام روح خداست به ما. خدا رو شکر در موقعیتی قرار داریم در دنیای امروز که تکنولوژی و علم داره پیشرفت میکنه و همه چیز به سرعت در حال رشده. ایدئولوژی های جدید میاد در دوره مدرن، دوره پس آف مدرن، با چیزهای روبرو هستیم که خیلی راحت هضم نمیشه و مردم رو به سمت فردگرایی و عقلگرایی داره سوق میده و سرعتش به قدری زیاد هست که هرچی بیشتر شما جلوتر میریم میبینیم که خدا در ذهن عموم مردم متاسفانه کوچیک و کوچیکتر و تبدیل صرفا به یک افسانه میشه و اون رو به عنوان یک اسطوره خدمتتون عرض بکنم، خاور دور و یا خاور نزدیک در واقع قرون اولیه قبل از میلاد و همینطور دوره پیدایش، مثل حماسه‌های مثل گیلگمش و اسطوره های خدایان دیگه، امروز هم به خدا داره به این نوع نگاه میشه. در شرایطی هستیم که این تفکرات موج میزنه و کمتر مردم برای درمان و برای زخمهایی که دارن به سمت خدا میان.
و به گونه خدا رو برای زخم‌هایشون، اگه به خدایی هم باور داشته باشن، خدا رو برای زخم‌هایی که دارن مقصر میدونن. میگن اگه خدا خداست چرا من زخمی هستم؟ اگه خدا خداست چرا من دردمند هستم؟ اگه خدا خداست چرا من شفا نیافتم؟ یک خواهری توی کلیسا به من گفت اگر واقعا خدا زنده است چرا دختر من شفا نگرفته؟ و این فریادی که در کلام خدا ما بارها میشنویم، نه؟ چرا بلسانی نیست؟ دختر قوم من چرا شفا نگرفته؟ آمین. ما میخواییم بگیم هم بلسان هست، اون گیاهی که درمان میکنه زخمای ما را، هم خود خدا هست. پس با این ایمان امروز اینجا هستیم، امروز نه، امشب اینجا هستیم، برای اینکه باور داریم که این بلسان در دسترس ماست و امروز ما رو ملاقات میکنه، شفا میده و سوالاتی که در ذهن ما هنوز بی پاسخ مونده نزد اوست. آمین. در چنین شرایطی در دوم پادشاهان داستان مردی رو میخونیم به اسم نعمان. ایشون سردار لشکره، ایشون فردی بسیار ثروتمنده، بسیار محبوب پادشاه ارامه. میخوام تصور بکنید که زندگی بسیار در واقع متمولی داره، قدرتمند، اقتدار داره، دانش خوبی داره، استراتژی خوبی داره، چون سردار یک لشکره، همسر مورد دلخواهشو داره، یا شاید همسران دلخواهشو داشته، چیزی که نه، حتی ناراحت نباشید آقایون. دنبالش میگردن پیداش نمی کنن، ولی همینجاست، قابل توجه است. زندگی بسیار متمولی داره و ثروتمنده، قدرتمنده، مقتدره، با همچین شرایطی محبوب پادشاه هست. در آخرین آیه که برادرمون خوند میگه وقتی پادشاه به معبد بت خودش وارد میشه به شونه من تکیه میده. واو، این دست راست معتمد پادشاه، یعنی کسی که دسترسی داره به حضور پادشاه. وقتی استر میخواست به حضور پادشاه بره بدون قرار قبلی، اگه عصا بالا نمیومد کشته میشد، ولی نعمان شخصی بود که در حضور پادشاه وارد میشد و در کنار او حضور داشت، شخصی که از مقام بالایی برخورداره، اما یک مشکل بزرگ داره و اون جزام. افراد زیادی هستن، تحصیلات خیلی عالی دارن. امروز بعد در هادی، کشیش هادی منو با خودش برد توی خیابون، اسم خیابون چی بودن؟ پول دارا اونجا بودن؟ آنش کولم گوشوان برای شما راحته، آنش راحت من نمیدونم. توی خیابون رفتیم، خونه ها همه مجلل، خونه ها شیک، و این همون خیابونی که آرش شما گفتی اصلا خونه هاشو نمیشه قیمت گذاشت دیگه، نه؟ این اون یه چیز دیگه است. بله ببخش، تسلیم. یا اونم از برادر آلبرت یاد گرفتم، تا پیغامشو میشنم میگه یا فراز جان یا. در دنیای زندگی میکنیم که ثروت هست. شخصی اومد توی کلیسای ما و به من گفت برادر فراز، تو نمیدونی من وضعیت زندگیم چقدر خوبه. راستم میگفت، نزدیک مثلا 50-60 خونه داشت در منچستر و همه اجاره داده بود و بیزنس عالی، و یه خونه ای هم که توش بود یه خونه مثل کاخ بود. خودش هم خیلی مرد بشاشی، خوش مشرب و دوست داشتی همش باش تایم بذاری، وقت بذاری. ولی گفت یک چیز میخوام به تو بگم، و موقعی که داشتیم دعا میکردیم گفت من شادی ندارم. گفت همه چی هست، شادی ندارم. و این انقدر درش تشدید شده بود که متاسفانه داروهای اعصاب خیلی شدید میخورد و این مرد در دیپرشن شدید دار. البته دووم نیاورد، من همون جلسه تو کلیسا دیدمش، بعد رفت دیگه نیومد، ولی همچنان ازش میشنوم که هنوز در همون شرایط هست، همینطور هم داره زندگیش از دست میده متاسفانه. دی خونه، دو خونه، سه خونه، چهار خونه.
افرادی هستن که ثروتمندن، جایگاه مالی خوبی دارن. من صحبتم این نیست که ثروت بده دیگه، در مورد بنز که همتون میدونید. خدا رو شکر. حتی باور کنید بنزی که من سوارم در قیاس با بنز بعضیا آخر رفتم جلوی در کلیسا دیدم یه دونه BMW سپورت اونجاست، یه دونه بنز، من نفسم رفت بنز رو دیدم. بعد بعد حالی گفت این مال این پسر کوچیکم و مال بزرگی است. گفتم خدا رو شکر. گفتم شب من با کدومش میرم؟ موضوعی نیست که ثروت بده، موضوعی نیست که ثروت جای خدا رو زندگی شما بگیره. کاش که همه ما ثروت داشته باشیم. حالا اگه ثروت بخواد خدای زندگی من بشه، اون بوته منه. در زبان یونانی ایدولو لاتریا میشه بوت، پستش بوت، بوت پستی. لاتریا میشه پستش. ایدو یا آیدو که ما میگیم میشه بوت، یعنی برابر دونستن یا بالاتر قرار دادن چیزی، شخصی، شیئی از خدا. میشه بت پرستی. ثروت به خودی خود بد نیست، ولی اگه بخواد جایگاه خدا رو تو زندگی ما بگیره، متاسفانه تبدیل به بت میشه در زندگی ما. ممکنه در تحصیلات عالی داشته باشیم، مدارج خیلی خوب رو گرفته باشیم. یه عزیزی به ما میگفتش که 3 لیسانس دارم. خب که چی؟ با 3 لیسانست میری جهنم جیگر؟ من مخالف علم نیستم. حالا کسانی که بالا با من کمی در ارتباط هستن میدونن که صحبت من اتفاقا اینه که به علم احترام بذاریم، اینقدر کتاب مقدس رو جلوی علم قرار ندیم، بلکه از علم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم قدرت خدا رو بهتر درک بکنیم. کتاب مقدس به علیه علم صحبت نمیکنه، ولی جاهایی رو که افراد سودجو از علم میخوان استفاده کنن بر علیه کتاب مقدس، اونجا بیدار باشید. پس احتیاج دارید شما هم چپتون پر باشه از علم. شما وقتی میخواد برید به یک شخصی که مسلمون هست کمک بکنید، باید نسبت به اسلام اشراف داشته باشید. نمیگم بشینید سر کلاسای مثلا اسلام شناسی، ولی حداقل در مورد چارچوب و دکترین اسلام کمی ذهنیت داشته باشید، بعد برید بین مسلمان ها خدمت بکنید، چون به خودتون بیاد شاید یهو مسلمان شدید. چرا؟ چون وقتی ما در مورد مسلمان ها صحبت میکنیم، عزیزان، در مورد یه سری آدم بدون اطلاع و یه سری آدم های دوگم صحبت نمیکنیم. ما در مورد زمینه الهیاتی صحبت میکنیم، بسیار غنی هستن. اما متاسفانه مسیحیایی که امروز در قرن 21 داریم از نوع ایرانیش بسیار خالی هستن. وقتی در بحث منطق فلسفه میشیدن با هم دیگه بحث رو تبادل بکنن، کاملا چیزایی رو میگن که اصلا مسیحیت نمیگه. و یک چیز بعد میگه آخوند عزیزی خوشگلتر از مسیحا در مورد تاسیس صحبت میکنه، میگه تاسیس اینو میگه. بعد همه هم تو فیسبوک شیر کردن. خیلی مهم است که ما تشخیص بدیم. ولی اگر ثروت من، اگر دانش من، فهم من جای خدا رو بخواد تو زندگی من بگیره، اون بوت منه. جدای از همه اینا، ممکنه همه اینا رو داشته باشید، اما عیسی رو در قلب خود نداشته باشید، ما جزامی در درون خودمون داریم به اسم گناه. همه ما نیاز داریم. جزام بیماری زیرپوستیه، از درون داغون میکنه و سرایت میکنه. کسی که جزام داره باید جدا بشه از قوم، باید میرفت و خارج از اردوگاه میموند و هر وقت کسی بهش نزدیک میشد به از دور فریاد میزد جزام جزام، و اونا بهش نزدیک نمیشدن. کسی که جزام داره مطرودترین شخص در جامعه هست. کسی که جزام داره تصویری از انسان گناهکار هست که نمیتونه در ارتباط با آسمان باشه. کسی که گناهکار هست نمیتونه روی خدای قدوس رو ببینه، نمیتونه خداوند رو در قلب خودش داشته باشه. این تفکر که خدا در همه هست، عزیزان، این اسمش حضور مطلق خداست. با من هستید؟ این جمله که بگیم حضور مطلق خدا اومد، این جمله اساسش اشتباهه. چون حضور مطلق یعنی همه جا هست.
همه جا یعنی کجا؟ یعنی همه جا یعنی کجا؟ یعنی حتی جهنم. خب من تعلیمی شنیده بودم خدا در جهنم نیست، پس خدا حضور مطلق نداره. خدا همه جا هست، اما حضور مخصوص خودش رو جاری میکنه. جایی نیست که خدا حضور نداشته باشه، اگر نه خدا خدا نیست. خدا نمیتونه حضور خودش رو، ذات خودش رو حذف کنه، چون ذاتش اینه که حضور مطلق، همه جا حضور داره. خدا نمیتونه نسبت به چیزی آگاهی نداشته باشه، یاد بگیرتش، چون به خاطر که عالم مطلق هست. وقتی که ما در گناه هستیم، نمیتونیم با خدایی که اساس جوهرش، ذاتش قدوسیت در ارتباط باشیم. و اولین کاری که باید بکنیم، هر تو اگه ثروتمند باشی، تحصیلات عالیه داشته باشیم، زندگی مرفه داشته باشم، دوستای خیلی خوبی اطرافم هستن، من اواخر یه کامیونیتی دیدم، دختر پسر و اینا بیشتر زن و شوهر بودن، با هم دیگه پیک مشروب می‌زدن، خیلی خوب بودن، رستوران های شیک می‌رفتن، دستمال رو پاشون مینداختن، غذا می‌خوردن، خیلی عالی بود. ما یه کامیونیتی شروع کردیم برادر فراز که تو اون احساس امنیت میکنیم، دنبال دوستای خوب میگردیم. گفتم کامیونیتیتون با هم دیگه جهنم میرید، با همون دستمال خوشگل. چرا؟ چون مشکل بشر این نیست که شما برای اینکه بخوای آرامش داشته باشی دنبال دوست خوب هستی. منو به شما بگم، من دوستای خوب دارم که مسیحی نیستن، خیلی هم گلن، خیلی هم عزیزن، براشون دعا هم کردم ولی ولشون کردم. با هم ارتباط داریم ما، ولی دیگه سر میز میشینیم داریم استیک میخوریم، من دیگه نمیگم عیسی خداوند، اگر اینو نجات به ایمان نیاری میری جهنم. نه، در مورد زندگیمون صحبت میکنیم، بیزنس صحبت میکنیم، اون من میگه تو خدا رو شکر که تو رفتی اونجا پیدا کردی، من هنوز نرفتم، تو دلم میگم میری جهنم ولی به خودش نمیگم. رابطه‌مون رو داریم با هم دیگه، ولی اونم نمیتونه. چیزایی که یکی با ورزش خوشه، خیلی هستن، یکی راهیه که برای اینکه فراموش کنه، برای اینکه فرار کنه از محیطش، صبح ساعت 6 من دیسیپلین دارم برادر فراز، با ورزش، با مطالعه، توی ترین که میشینم کتابای خوشگلم رو در میارم، میشینم میخونم، جای خدا رو میخوام در قلب و ذهن خودم پر کنم. عزیز دل من، دایره در قلب تو خالیه که با هیچ مثلث و زوزنقه و مربع و مستطیلی پر نخواهد شد، و اون حضور خداست. تا وقتی خدا در جای خودش قرار نگیره، من و تو قرار نخواهیم گرفت. آگوستین میگه خدای بر من رحم فرمازی رو، تو قرار من هستی، در جای خودت قرار بگیر. بذاریم در جای خودش خدا قرار بگیره. انسان گناهکار نمیتونه به حضور خدا ورود نماید. اگه میتونست، چه احتیاجی بود اینقدر پسر خدا زجر بکشه؟ چه احتیاج داشت اینقدر قربانی ها گذرونده بشه؟ تمام اینا از عهد عتیق میخواد یه پیغامی به ما بده که شخص گناهکار نمیتونه به حضور خدا وارد بشه مگر اینکه خدا برای نجات بشر بیاد. جزا هم افراد گناه میکنن و میگه گناه خودمه، به بقیه چه؟ طب مشروب خورده بود تا خرخره، اینجا میگن دیگه، نه اون تا اینجا خورده بود، دو تا بچه‌ش هم نشونده پشتش، دو تا بچه‌هاشو از دست داد. زندگی من یک جا، گناهان من آسیب میزنه، تفکرات من آسیب میزنه، بینش من آسیب میزنه، رفتارهای من آسیب میزنه، زندگی منه، میخوام بخورم، پول خودم میخوام آتیش بزنم. شما نه تنها به خودت آسیب میزنی، بلکه به بقیه هم آسیب میزنی. شما به اجتماع خودت آسیب میزنی، شما به اون کامیونیتی خوشگلت آسیب میزنی، شما با گناه کردنتون به خلقت خدا آسیب میزنید، شما با گناه کردن خودتون بر علیه خدا عصیان میورزید. گناه یه چیز کوچولو نیست. پیام کریسمس پیام اینه که ما دوباره یادآور بشه که خدا چرا اومد انسان خاکی شد، چون من گناهکار هستم و ما نیاز داریم به سمت او بریم، او به سمت ما آمده
و الان زمانی که ما باید به سمت او حرکت بکنیم. جزام بیماریه که زیرپوستیه، گناه از درونه. ممکنه خیلی ظاهر خوبی داشته باشی، شیک و ترتمیز و اوکی و خوشگل و جگر و نفس و آرایش کرده، ولی از درون زیر پوست این گناه داره تمام وجود منو میخوره. استرس، ناامیدی، خشم. چیه؟ چیزی اونجا هست که درمانش نزد خداوند ما عیسی مسیحه. و این نکته جالب اینجاست، اولین چیزی که میگه، میگه کنیزی اومد که برده بود اونجا، درسته؟ بعد به عنوان اسیر گرفته شده بود در نزد ارامیان. من اینو خیلی دوست دارم. میگه کاش میرفت، آقایم کاش میرفت نزد نبی که در اسرائیل هست و نبی براش دعا میکرد و شفایش میداد، درسته؟ وقتی میره اونجا پادشاه میگه که من میفرستمت، کلی هم نامه مینویسم، برو پیش پادشاه عرب و در موردش صحبت کن. میره اونجا و مطلبی رو که میگه اینه که مرا شفا بده. اولین چیزی که هست اینه که نعمان مسیر رو اشتباه رفته بود. به جایی که ما به سمت خدا حرکت بکنیم، به سمت افرادی که میریم که فکر میکنم میتونیم به ما کمک بکنه. کجا هست تو زندگی خودمون مسیر اشتباه رو انتخاب میکنیم؟ جایی میریم که اونجا شفای من نیست، جایی میرم که اونجا دردی از من دوا نمیکنه، برم دو تا شات بزنم شاید آروم تر شم، شاتم زدم از خواب بیدار شدم بدبختر از روز قبلم. با من هستید؟ دراگ مصرف بکنم شاید بیخیار شم، به فش فکر نکنم. وقتی مصرف کردم از اون حالت اومدم پایین، افسرده تر، داغون تر، تمام روان من دمیج شده، داغون شده، تخریب شده، اعصاب ندارم، نه حوصله خانواده‌ام رو دارم، نمیتونم زبان پدر مادرم رو درک کنم، نمیتونم با بچه‌م ارتباط بگیرم، نه با همسرم رابطه خوبی دارم، کم کم اساس رابطه من اصلا میپاشه. چون ما پیش کسایی میریم، داروهایی رو استفاده میکنیم که اصلا برای شفا و التیام ما به کار نمیره، بلسان ما نیست. برای نجات و رستگاری پیش کی میریم؟ در دنیا این همه راه‌ها و مکتب و تفکرات مختلف هست. بودا میگه دنبال راستی، آخه شعارش اینه، دنبال راستی. تو هنوز خودت راستی رو پیدا نکردی، دنبالشی و دیگه ادم دنبال تو هست. مثل این طرف بوده، کجا آمده؟ این وره، به کدوم وره میره؟ اون وره کجا میره؟ نمیدونم. چی؟ همه تمیز بود. پوینت من خودم ترکم، لهجه رو مسخره نکردم، من پوینت من ترک نبود. پوینت اینه که انگار بی هدفم. میگه کجا میره؟ نمیدونم، بریم ببینیم به کجا میخوریم. عیسی اومده میگه من خود راستیم، خود راستیم. یه جوانی اومده که عیسی گفته این خوابش نمیبره، گفتم اینو براتون ماه پیش، خدا خوابش نمیبره، براش دعا کنید. چند نفرم آوردن مثلا میخواد ایمان بیاره، دیدی دیدی که میخواد ایمان بیاره، چقدر دورش رو ایمان بیا 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 بعد فراز خب بیا قبولت به خدمت شو. اومده اونجا اینا منتظر بودن، الان بگم عزیزم بیا به نام عیسی مسیح شب خوب بخواب. اومدم پیشش، یادم افتاد که این همونیه که یک سال کلیسا میاد ایمان نیاورده. گفتم اه؟ شما خوابت نمیبره؟ من دعا میکنم صبح هم خوابت نبره. صبح هم خوابت نبره. تو بیخواب هستی، تو سال هاست داری میبینی که این شخص روی صلیب که به خاطر تو مصلوب شده داره میگه این خداست، این نجات دهنده است، از کنارش داری رد میشی، نگاهش میکنی، میبینی که عریانه، میبینی که زخمیه، میبینی که تنهاست، ولی از بین جمعیت داره تو رو نگاه میکنه و این صدا به تو میگه که من برای تو روی صلیب رفتم. ببخشید دانشگاهست؟ دانشگاه تو بذار کنار، هیچی مهمتر از این نیست. الان درس دارم، ورزشم، کارم،
بذار کنار اگه یک نفر برای تو جان داده که تو ادامه بدی، برای تو مرده که تو زنده بمونی، و از قضا این شخص خداست. من فکر نمی کنم که تو نیاز به خواب داری، تو نیاز به کشیده داری. کجاست اصلا عواطف ما؟ کجاست؟ من که نمیگم احساسی شو برو ایمان بیار، من اتفاقا دشمن کسایی هم که میگم موهام سیخ شد ایمان آوردم. میگم ازم صبر کن فعلا ایمان نیار تو، یه هفته دیگه صبر میکنیم الان موهات سیخ شده. چرا؟ چون صبر کنیم. یک نفر برای تو جان داده، بعد من دعا کنم تو شب بخوابی. خب شاید روح القدس تو رو بیخواب کرده، شاید روح القدس داره تو رو ملزم میکنه، شاید روح القدس داره با قلب تو صحبت میکنه و تو این صحنه، این تصویر دائما در جنگ هستی و در کشمکش هستی. من دعا کنم تو راحت بخوابی. دعاهای اشتباه برای مردم نکنید، دعاهای اشتباه برای مردم نکنید، چون نیاز مردم رو نمیشناسید. نیاز مردم رو نمیدونید چی هستش. خیلی میخوان که با چیزهای مختلف، با سفر رفتن، نمیدونم هالیدی رفتن. من هالیدی گفتم بذارم یه جایی لهش کنم، هالیدی برم همه چی فراموش میشه. نه، هالیدی نیست. سفر میره میگه میرم فلان جا، نمیدونم میخوام برم آلاسکا اسکی کنم. خب برو همین چیز فاکتور ما اینجا هست، چون میخوام برم آلاسکا. برم که فقط چیکار کنم؟ به یه چیزها رو در درون خودم آروم بکنم و توی اینستاگرام هم چیزهای خوشگل داشته باشم توی استوریش بذارم. جزامی که در درون من هست باید نزد کسی برده بشه که او دکترش هست. دومین چیزی که هست، پادشاه وحشت کرد و میگه چیکار کرد؟ یقه خودشو پاره کرد. و این یعنی این که بی پناه شدیم و بی آبرو شدیم و راه چاره ای نیست، رهاننده ای نیست، هیچ کس نیست که به داد ما برسه، و این داره به این جهت بهانه جویی میکنه که به ما حمله کنه. و به گوش همه رسید، به گوش الیشا هم رسید. الیشا گفت چرا لباس تو دریدی؟ بفرستش بیاد اینجا. مبادا بگن در قوم اینا نبی نیست، مشیری نیست، بیاد اینجا. در دیروز عرض کردم خدمتتون، ما تصویرهای تایپولوژی داریم، مثالهایی که از عهد عتیق به مسیح برمیگرده. اینجا الیشا جایگاه مسیح خداوند داره، مسیح آرش جایگاه مسیح خداوند داره. بیایید نزد من ای همه گرانبانان و زحمت کشان که من شما را آرامی میدهم. بیای پیش من هستم که شما رو درمان میکنم، من هستم که شما رو شفا میدم. بیاد پیش من، پیش کس دیگه نفرستش، اینجاست که شفا میاد. چرا که خداوند ما خدای نجات دهنده است و زیر سقف آسمان نامی به نام به او داده نشده. یکی به من میگفت برادر فراس، بس اونی که میره معقد امام رضا دعا میکنه شفا میگیره چیه؟ به نظر شما چیه؟ مرسی آرش جان، مرسی خواهرم. رحمت خداست، فیض عام خداست. بله، فیض عام خداست. خداوندی که داره جواب میده. کجا اینو میگه؟ در عهد عتیق در هوشع میگه، میگه در عقبه عاشقان خود خواهم رفت که من رو روغن و نان و کتان میدن، شراب میدن. خدا گفت در جواب میگه اون من بودم که به تو میدادم اونا رو، عاشقان تو نبودن، من بودم که تو رو برکت میدادم. حتی زمانی که داشتی بعل رو پرستش میکردی، حتی زمانی که داشتی غیر رو پرستش میکردی، من بودم که تو رو برکت. خدا برکتش رو اگه قطع کنه ما هیچی نداریم عزیزان. برادران عزیز ما، دوستان عزیز ما، در اسلام مسلمانان گل ما، یهودیان عزیز ما، تمام مکاتب و مذاهب، هر برکتی که تو زندگیشون هست محض خاطر خدای تسلیسه. پدر، پسر، روح قدس.
کسی که از ازل بوده هست و تا ابد خواهد بود. خدای غیر از او نیست. خدای اسلام، خدای مسیحیت نیست. دیگه همشون یه چیز میگن، میگم تو هیچی نمیدونی. از همون الف بله یه سری چیزا هست که ما با هم در رابطه باهاشون مشترک هستیم. بود تعالی خدا، متعال بودن خدا، فراباشنده بودن خدا، همه ما معتقدیم بهش. اما در همین فراباشنده بودن، فراباشنده چی میگه؟ کی میدونه چی میشه؟ یعنی چی؟ خدایی که از خلقت خودش ورای خلقت خودشه، فرای خلقت خودشه. هستی او چیزی ورای آنچه که در هستی من و شما در عین میبینیم. پس نمیتونیم او رو با خلقت مقایسه بکنیم. تثلیث رو تعریف میکنه، میگه تخم مرغ دیگه، میزنی یه پوست دست و زرد دست و سفیده. این تثلیث شد. تثلیث یک ساکرامنت، یک رازه. ما بیشتر در پی این بودیم که کلیسا در طول تاریخ سعی کرده بگه تثلیث چی نیست تا اینکه بگه چی هست. استراکچر داره، ساختار داره. با من هستید؟ خدای فراباشنده است. اما در مسیحیت میگه همین خدای فراباشنده که اسلام هم میگه خدا فراباشنده است، ما میگیم بسم تعالی، یعنی همون دیگه، یعنی به نام خدایی که فراباشنده است، پدره، شخصه، میخواد رابطه برقرار کنه. کجاش این شبیه هم دیگه است؟ یه سری چیزا با هم دیگه است، ولی در همین بُعد تعالی هم ما میبینیم که خدای مسیحیت در این بُعد ممتازتری قرار داره، که اون پدر شخصیتمنده. شما در اسلام فقط اراده خدا رو میبینید، اراده الله این هست، اما در کتاب مقدس افکار خدا رو میبینید. حالا بحث من سر اسلام و مسیحیت نیست که الان مقایسه کنم، ولی میخوام بگم که افکار خدا معلومه، احساس خدا نمایان میشه، اراده خدا هم هست. پس وجودی شخصیتمند خدای ما در مسیحیت، خداییست که شخصه. ما نمیتونی بگیم چیه. نه، کتاب مقدس خدا میگه من خودم به تو میگم کی هستم، تو نمیتونی بگی من چیم، من خودم به تو مکشوف میکنم. بله که تو نمیتونی بگی من چیم، ولی ما از تثلیث تاریخی هم میتونیم به تثلیث ذاتی برسیم. یعنی خدا آنچه رو که در ذات خودش بوده امروز ما در عمل کرده و میبینیم. زیرا مثلا پدر پسر رو محبت میکنه، پدر پسر پدر رو محبت میکنه از آن جهته که این عمل در ذات خدا از ازل وجود داشته. این زمانی نبوده که حالا دلش میخواد پدر پسر رو محبت بکنه، بلکه این نشون دهنده یک رابطه ذاتی از ازل در ذات خداست. روح القدس وقتی که عیسی انسان شد تصمیم نگرفت روح رفاقت بشه، بلکه روح رفاقت، روح شراکتی که بین پدر پسر هست، روح القدسه. این از آن جهته که خدا در ازل در ذات خودش روح القدس چی بوده؟ روح رفاقت بوده. رفاقت بین پدر و پسر در ذات از طریق روح القدسه. به همین دلیله که امروز هم رفاقت و شراکت ما در ذات خدا از طریق روح القدس در بدن مسیحه. برای همینه که از طریق روح القدسه که میتونیم با هم متحد بشیم. خدایی فراباشنده. ما نزد که بریم؟ نزد کی میریم برای شفا پیدا کردن؟ برم به یه زبی به چشم دوزم شفا بگیرم؟ برم برام دعا نویسی بکنن؟ چقدر برای ما دعا نویسی شده؟ طرف دستش زیگیل در می آورد دعا نویسی میکردن، سیبیلی زیبیلی زید، این گوشت خاک و میره. نبود؟ اینا جادوه دیگه، همش اینا ریشه جادو داره، برای ما عادی شده. از این گریبیده اینا جادوه. با گفتن کلماتی من محفوظ بشم یا روی دنیا تأثیر بذارم و دنیا به من نیکویی برگردونه. اگر خدا مرا رحمت نکنه هرگز زنده نمی ماندم. قوم اسرائیل بداند به رحمت ها و رفعت های خداست که تا به امروز هلاک نشدیم. این خداست که فرصت میده. وقتی به زندگی خودم نگاه میکنم میبینم خدا چقدر به من فرصت داده آرش، بعد میگم من چرا این فرصت رو از بقیه بگیرم. هر کسی
خودش رو، وضعیت خودش رو، درون خودش رو خوب بشناسه، فرصت‌ها رو از بقیه نمیگه، به دیگران هم فرصت میده. من چون میدونم در درون من چه وضعیتیه و چه فیضی نصیبم شده امروز اینجا وایستادم، در نتیجه فرصت دهنده خوبی هم هستم. اینو میدونم که فرصت دهنده خوبی هم. توی کلیسا همه میگن این یه ویژگی بارز بردفرازه. خواهد دارا بخواد با شادگان بعضی اوقات منو بزنه. بردفراز گفته. این هم واقعیه که ما نقره داغ کرد خواهد نسرین. دارا گفت فقط خونه بیای. چقدر گفتم؟ چرا گفتم این زودشه؟ راست هم میگه، راست میگفت. به خاطر اشتباه یه نفر بقیه آسیب میبینن. به خاطر یک پناهنده که میاد توی کلیسا برای اینکه به فرصت اون بتونه نجات بتونه پاسشو بگیره و تصویر عیسی رو خراب میکنه، چقدر امروز کلیساهای آلمانی نسبت به ما ایرانی ها این تصویر رو دارن. همه برای جواب میاد. بله که برای جواب اومدی، الانم ایمان آوردی، خدا رو شکر. برای خیلی هم اصلا برای جواب اومدن هنوز ایمان ندارن جیگر. پایت من اوناست. ایسا که تصویر مسیح رو که کلیسایی در انگلستان بود، توی شهرش رو نمیبرم، نزدیک 250 نفر عضو داشت. 10 سال فعالیت میکرد و انگلیسی ها خدمتش میکردن. ایرانی ها با خاک کلیسا رو یکی کردن. یعنی تبدیل مثل انگار حمله یونان، روم به یونان بود در زمان جولیوس که نابود شد قرنتوس، با خاک یکسان شد. قشنگ پاش رو کوبیدن، خیالشون راحت شد هیچ موجود زنده ای اونجا نیست، زنده ها رو هم به بردگی بردن. بعد در 46 بعد از میلاد دوباره احیاش کردن. یه بند خدایی اومد گفتش حالا دوباره بیایم با اینا شروع بکنیم. انگلیسی ها گفتن نو وی، ما با ایرانی ها دیگه کار نمی کنیم. تشکر میکنم برای زحماتی که کشیدید اینجوری در قلب کسانی که باز کردن دل خودشونو، جلوی پای شما ریختن تا شما ها روش کنید و خدمت بشید، تا رویا داشتن که شما ها بتونید نسلی باشید که نسل بعد و برکت بدید. مرسی که اینطور رویاشونو با خاک یکسان کردید و رفتید. پیغام من برای ایناست. البته که میدانم خیلی با انگیزهای مختلف میان و خدا نجاتشون میده، ولی پوینت هم اوناست که اومدن و چرا خدا نجاتشون نداده؟ نزد من بیار. هیچ راه دیگه ای نیست. عیسی گفت من راه و راستی و حیات هستم. عیسی گفت من خود راستی هم. خود راستی یعنی حقیقت. خودشم. من راهم. I'm a way. خود راهم. نگو بیاییم بهتون راه نشون بدم، دنبال من بیاید. پیامبری نبود که راه را به ما نشان بده، گفت من خودم هم. عیسی دره، راهه. کجا؟ راهی که با آغوش بابا میرسه. Straight away، مستقیم، بدون هیچ توقفی. هر کس که ایمان بیاره مستقیم از طریق کاری که عیسی کرده در آغوش پدر قرار میگیره. مستقیم، بذار اینجوری بهتون بگم، در شراکت در ذاتی که ازلی بوده قرار میگیره. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما دعوت شدیم همین الان که در ذات تسلیس، اون محبتی که پدر نسبت به پسر داره از طریق روح القدس در جریان هست، من و تو و ما با همدیگه در این محبت در ذات پدر، همان گونه که پدر برا دوست داشته، من شما رو دوست خواهم داشت. در بدن عیسی ما شریک ذات الهی شدیم. ما شریک ذات الهی شدیم. انالحق نیستیم. الان فکر نکنیم ما خدا شدیم. ما شریک شدیم در ذات الهی خدا و میتونیم از اون محبتی که پدر نسبت به ما داره به همون میزان برخوردار بشیم. این امید ماست. این امید ماست. پس در هر سختی، هر شقاوت، هر مشکلی که هستید، بدونید که خدا، خدای پدر به میزان این که پسرش رو دوست داره شما رو دوست داره. این یه هللویا داره. این یه هللویا داره. آمین. شکر. اولین چیزی که میبینیم و بعد از اون میگه چیکار کن، برو. خودش بیرون نمیاد. این صحنه خیلی جالبه برادر آبد. من اینو خیلی دوست دارم. دوست دارم همیشه تئاترش کنیم اینو. مخصوصا که عیسی شما توی قسمت خیلی برکت داره. میاد و بهش میگه که اسم برادر هادی یادداشت کنید نبودم من این قسمت. ببخش.
در این قسمت میگه رفت پیش پادشاه، شما نعمان رو در نظر بگیرید با چه روحیه ای اومده اونجا با این همه هدایا، و کسی که قدرت داشت همونجا، یعنی نه همونجا، اقتدارش رو نشون بده و برگرده دوباره تجهیز بشه و اسرائیل رو با خاک یکسان کنه. برای همین پادشاه اسرائیل وحشت کرد، گفت این میخواد حمله کنه، ولی نمیخواست حمله کنه. اومد با چه احترامی، با کلی هدایایی که آرش عزیز برای ما قرائت کرد، اومد اونجا پادشاه یقش رو پاره کرد. بهش گفت ببخشید، از اینجا که رفتی مستقیم میری، اومده پیش پادشاه میگه ببخشید، نه مستقیم میری، میپیچی سمت چپ راست، چپ راست، پایین بالا، میرسی در خونه چیز. نگفت اونو صدا کن بیاد. جالب اینه الیشا نشسته میگه بگو بیاد. نمیگه بابا یه الیشا رو سوار اولاق کنید بیاریدش اینجا، چون پادشاه هم میدونست الیشا کیه. الیشا کسیه که به روش‌های انسانی ما عمل نمی‌کنه. الیشا کسیه که میگه کسی میخواد شفا بیا به باید نزد من بیاد. میگه اومدم گفت دعا کن شفا بگیرم ببینم. گفتم ببخشید وقت ندارم. من انقدر اینجوری حرف میزنم اشکالی هم نداره، چون دوستان در مورد من فکر کنن. گاهی خود با یه روحیه میام، گاه طلب تو بخوام وصول کنم. طلبی نداریم ما، باید با سرهای خم شده به حضور او بیایم. اومد تا جلوی در رسید، الیشا یه قاصدی نزدشون فرستاد، غلامش، گفت برو بگو 7 مرتبه خودتو در رودخانه اردن شستشو ده که طاهر خواهی شد. جناب نعمان وایساده با اون همه درجه، با اون همه ابهت، یه غلامی میده بیاد اینجا و میگه اینو مستقیم تشریف میبرید، میبیچی سمت چپ، رسیدی اونجا، بعد از بغل مغازه جعفر آقا میبیچی میری سمت راست، میری پایین 70 کیلومتر پایین تر تو رودخانه اردن میرسی، اونجا که رسیدی قشنگ برو یه دست خودتو بشو لیف بزن. 7 مرتبه که طاهر خواهی شد. دیگه هر کی هم صبر داشته باشه اینجا تمام میشه. نه میگه من تصور میکردم الان خودش بیاد یه دستی رو سر من بذاره با روغم منو مست کنه. برادر آلبرت چرا من اومدم برای مریضی من با روغم منو مست نکردی، ولی سکینه رو با روغم مست کردی؟ توقع داشتم که بیای دست بذاری روی سر من و اگر من شفا نگرفتم به خاطر اینه که این اهمیت رو برای من قائل نبودی. با من هستید عزیزان؟ کیا با من هستید؟ دستتون بالا ببرید و مطمئن شم خواب نیستید. بر آقا شما ازدواج کردین؟ من میبرم شوخی میکنم عزیزان. من آخر عزیزان که ببینم فاصله رعایت کنید. بند خود شوخی کردم عزیزان، خودش شوخی خوابت پرید ولی کلن دیگه. اومد و توقع داشتم بابا یه کاری برای من بکنی، این همه اومدم اینجا، یه عزیزی اومده بگو برادر فراز این همه راه کوبیدم اومدم کنفرانس یا تا دست بر سر من نگذاری. بعد نگاه کردم دیدم دنی مورفی براش 10 دقیقه داشت دعا میکرد، اصلا دست دنی مورفی رو گرفته بود رو کلش که نره به کسی دیگر دعا کنه. بعد دنی مورفی هم دیگه پاشو گذاشتن بودید دیگه نه. بعد دیدم دوباره بچه رو برد برای نفرست چیه؟ دعا کن گفتم اگه برای دعا نکرد. گفت چرا؟ گفتم برای دعا نمیکنم، من برای دعا نمیکنم. خب بعضی ها این شکلی هم میگن از اینجا شروع میکنم، اول میرم میشه آرش، بعد آبت خالی شد. الیشا گفت برو بابا برو پیکارت 7 مرتبه خودتو شستشو کن،
یک شخصی با این جایگاه، با این مقام، با این اقتدار، با اون لباس، با اون ابهت، با اون لشکر، با اون جایگاه اجتماعی، با اون ثروت، با اون دانش دیگه عصبانی شد. چقدر خوبه افرادی کنار ما باشن که کلام حکمت بدن. بعضی ها هستن میگن آره برو سر شدن شدا کن، الان فرصت چیه؟ مثل داوود وقتی شاول تو مغاره گیر افتاده بود، گفت پاشو الان زمانشه. مگه خدا به تو پیغام نداده بود؟ شروع میکنن راه های خدا رو برای ما تفسیر میکنن با چارچوبای انسانی. ولی شخصی اونجا بود، گفت اگر به تو راهکار دیگه میداد انجام نمیدادی تا شفا بگیری، حالا به داده دیگه بیرون نیومده، آرومش کرد. من عاشق اینجور آدم ها. عامل جاری شدن شفا یکی این شخصه، یکی یه دختر کنیز 12 ساله است که در شهر خودش نیست، در خانه یک ارباب دیگه اسیره، داره کنیزی میکنه ولی دلی سخاوتمند و بزرگ داره. کاش که آقایم برود به اسرائیل، جیرا در اونجا شفا دهنده ای هست، نبی هست. من میدونم تو شفا پیدا میکنی. نعمان انسان مبارکی بوده، اون دختر اونجا احساس بردگی نمیکرده، کنیزی نمیکرده، احساس خانه رو داشته. کاش آقایم، چون آقاش رو دوست داشته. یه دست برای این افراد بزنیم، این دخترها بزنیم. اینا خدمتشون مخفیه، کسی اینا رو نمیبینه تو کلیسا زیاد، ولی همیشه با اون دستای مهربونشون مانع یک جنگ بزرگ میشن. من توی پمپ بنزینی وایساده بودم، یه دختر خانمی کنار یه آقا پسر نشسته بود، سر اونه که اون راننده زد بیرون، از صف زد بیرون، این دختره برکن نبود. بیا پیادهشو بزنیم لش کنی، بیا بزن. و رفت انقدر اینجوری کرد که پسر دیوانه شد، اصلا آتش گرفته بود. گفت دختره این کارو باش کرد، سر یه بنزین زدن دید موی پسر رو کند رو زمین، داشت دید گوله مو میرفت بود. باور میکنید؟ من دیدم خانم هایی که حکیم نیستن شوهرشون رو به غیظ میارن. شوهر خوب بودا، میدونی چی شده؟ میدونید دیگه، میدونید. و رفت، و جالب اینه که با فروتن شد، رفت داخل رود اردن، گفت اگه خودمون رود نداشتیم از این بهتر، چرا برم تو این رود کثیف؟ ولی اولین چیزی که هست، مشاورای خوبی داشت. ببین آدمای خوب خدا براشون میسازه، آدمایی که نیکخواه هستن افراد خوب کنارشون قرار میده، حتی کنیزش هم عامل شفاش خواهد شد. چیز کوچیکی که فکر نمی‌کنیم خدا ما رو برکت میده. یه هللویا بگیم. چه چیزایی تو زندگیت امروز کوچیکی که فکر میکنی به درد نخوره، ولی خدا میخواد از طریق اون تو رو برکت بده. خدا میخواد از طریق اون تو رو برکت بده. آمین. چیزایی که به چشت نمیاد، مثل اون کوری که روی زمین خاکی میشست، عیسی با آب دهنگل درست کرد مالیدون، نمیدونست هیچ وقت اون خاکی که روش نشسته براش چشم میشه یه روز. خدا با چیزایی که ما فکر نمیکنیم کار میکنه، چیزایی که فکر نمیکنیم کار میکنه، عمل میکنه، چون خداست. ببینید رفت، و موضوع این نیست که فقط رفت. میخوام منو ببینید با اون ردای سردار لشکر. هیچ کس زیر اون رو نمیدونست چه خبره، میدونستن اون جزام داره، ولی اوریان شم جلوی تمام سربازان با باید شروع کنی لباساتو در آوردن. نگران نباشید. چقدر شکستن میخواد، نه؟ زمانی که دیگران زخمای تو رو ببینن، زمانی که دیگران برسه تو رو ببینن، وقتی لباس تو در میاری، اوریانی تو رو ببینن، زخمای تو رو ببینن، دردهای تو رو ببینن. چند دیشب
دیشب نه پریشب چند روز پیش با بچه‌های جوانان بودیم. عیسی اومد خودشو آشکار کرد وقتی قیام کرد، پشت درهای بسته زخماشو نشون داد، چون اون آر نداشت که زخماشو به ما نشون بده. آر نداشت و زخمای ما رو درک میکنه. اومد و لباسشو درآورد. اولین درسی که برای ما داره داستان نعمان اینه که فروتن بشیم، خورد بشیم، سرمونو خم کنیم، زخمامونو بهش نشون بدیم. جوری نیام کلیسا که انگار من که احتیاج ندارم. کلیسا برای یه عده لومپنه، یه عده آدمایی که خب خیلی اهل علم و دانش و عزیزم. ما تو کلیسامون اکثرا همه دانشمندن، باور کنید، اهل تفحص، تحقیق، دانشجو، همونطور که بین شما هم افراد فرهیخته هست. آمین. چرا اینجوری تنزلش میدیم به چیزهای پست و فرومایه؟ فروتنی پست و فرومایگی نیست. افتادگی گنجینه بزرگیه که بقیه فضیلت‌های الهی در اون قرار میگیره. اگه فروتنی نداشته باشیم بقیه چیزها هم نخواهیم داشت. داستان فروتنی اینه که خدایی که من میشناسم افراد رو یه بار میبره بالا، دوباره میارشون پایین. اصلا چرخ و فلکه. فروتن بشی میگه زیرا خدا در مقابل متکبران میسته، اما فروتنان رو فیض میبخشه. یعنی چی؟ یعنی شما فروتن بشی، افتاده بشی، خدا بلندت میکنه، میری اون بالا. چطوری؟ میای پایین دوباره. چرا؟ چون مغرور شدی. کار خدا اینه، دائما ما رو میچرخونه، میریم بالا، میایم پایین. با من هستید؟ نگران نباشید، زود تمومش میکنم چون میخوایم با هم دعا کنیم. دختر گلم 5 دقیقه دیگه بیا بالا. باید تابع روشی بشیم که خدا به ما داده. شاید مسخره به نظر میاد برم تو رودخانه اردن خودم رو شستشو کنم، که چی؟ میخواد آبروی منو ببره، میخواد منو خورد کنه. چرا اینجوری؟ چرا روش خدا اینه؟ میگه وقتی رفت شستشو کرد، 7 مرتبه بری تو آب و بیای بیرون. 7 مرتبه بری تو اون آب و بیای بیرون. 7 مرتبه بری تو اون آب و بری بیرون. جلوی این همه آدم. و بعد کلام خدا میگه پوست او مثل کودکی پاک شد، طاهر شد، تازه شد. فروتنی ما باعث میشه که زندگی ما تبدیل بشه. فروتنی ماست که خدا اون رو میبینه، ما رو برکت میده. جایی که باید خودمون اوریان کنیم یه جوری خودمون نشونیم. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر تو جامعه وقتی ضعف ما رو دیدن زدن تو سرمون، گفتن اون بهتر از اونه. ماشین پسر بعد احادی بهتر از ماشین بعد افرازه. راست میگه. الان من کلی باید سختی بکشم ماشینم برم هم مدل ماشین ایشون، پسر ایشون. بعد دوباره میام آلمان میبینم رفت دو برابر اونو خرید. چه احساسی بهم دست میده؟ مرسی. چون هویت خودم اون تو پیدا میکنم. مقایسه. اون داره، منم باید داشته باشم. اون چرا؟ چون ببین چقدر دور شلوغه، من تنهام تو این کشور به خاطر بی پولیمه. از اولم خر ما کرهگی دوم نداشت. اینا نیست. فروتنی میخوایم زندگی خودمون رو ببینیم، چارچوبایی که خدا به ما داده اونا رو درک کنیم و در طریق اون حرکت کنیم. دومین چیزی که ما میگه به روشهای خدا ایمان داشته باشیم. به روش خدا، به روشهای ساده کار میکنه. اون ایلیایی که فرار کرده بود در دست ایزابل، وقتی در کنار رود نشسته بود، کلاغا براش غذا می آوردن. بعدش هم گفت برو بیوه زنی به تو غذا میده. تازه بیوه زنه گفت خودم هیچ ندارم، اونم داریم، دو خوریم بمیریم. قیافه ایلیا رو. مرسی خدایا واقعا. ولی به روش خدا اعتماد کرد، گفت برو. با من هستید؟ به روش های خدا ایمان داشته باشیم، بدونیم که خدا قادره که ما رو شفا بده. و سومی مورد این که اطاعت کرد. نه فقط ایمان داشت، ایمان دارم. خدا رو شکر. چقدر اطاعت میکنی؟ چقدر در طریق اوامر اون مطیع هستی؟ ببینید، اطاعت ریشه در اعتماد داره. من از این جمله عزیزان بیزارم. لطفا اگه کسی بهتون گفت خیلی ممنون دستتون درد نکنه، نگید وظیفم بود. وظیفه چیه؟
شما دارید به شخص توهین میکنید. میخواید بدونید چرا؟ چون میتونم این کار از سر وظیفه هم بکنم، ولی با تمام قلبم یه کاری رو انجام میدم خیلی متفاوته. با قلبم این کار رو میکنم. دیگه نگید وظیفمه، وظیفه نیست، قلبمه. ما مدیون هیچ چیز نیستیم الا محبت. ما محبت همدیگر رو بپوشونیم. تعهدات فردا نگید به من چه وظیفه، من که نیست، قلبم به خود نه. تعهداتتون رو فراموش نکنید. خب من میذارم کانال دو وظیفه است. و چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت دخترم بیا طاهر شد. وقتی که این سه قدم رو داریم، فروتنی، ایمان و اطاعت، شفای خدا هم آماده هست. شفای خدا هم آماده هست. الان زمان زمانه که بعد از اینکه این پیغام رو شنیدی، در این ایام کریسمس هستیم. شما دو روز دیگه همینجا جشن دارید، جشن کریسمستون هست. پیمان تازه با خدا ببندید، عهدی تازه با او ببندید. خداوندا میخوام در فروتنی به حضور تو بیام. او که آسمان ها گنجایشش نبود، جلال خودش رو ترک کرد. در فیلیپیان باب 2 آیه 6 میگه گرچه همزاد با خدا بود، از برابر بودن با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود رو خالی کرد. در یونانی میشه کناسیس. الهیدان ها میگن نه، خودش رو از چی خالی کرده؟ اگه بگیم عیسی خداست، خودش رو از هر کدوم از صفات خدایی که خالی کرده باشه دیگه خدا نیست. یعنی یکی از صفات الوهیت و عیسی اگه نداشته باشه دیگه خدا نیست. کلام خدا میگه، عیسی میگه پدر منو برگردون به اون جلالی که پیش از بنیاد عالم نزد تو داشتم. عیسی خودش رو از جلالش خالی کرد. در مورد خدایی داریم صحبت میکنیم که میگه جلالمو به هیچ کس نمیدم، ولی به خاطر ما جلالش آسمان گذاشت. ناتانائیل چهره بدون جلال او رو دید، گفت خداوندا پادشاه داوودا. تجربه کردن پادشاهی که با لباس مردم بینشون بیاد تا شناخته نشه و بتونن قلبش رو ببینن، بتونه بدون اینکه او رو در جلالش ببینن اونا رو خدمت بکنه، زخماش تو مرهم بگذاره. همچی پادشاهی رو تو تاریخ سراغ دارید؟ برای همینه وقتی میگیم فروتنی و افتادگی داشته باشیم، وقتی میگیم خدا فروتنه، یعنی کمال فروتنی در اوست، یعنی از خدا فروتنتر ما نداریم. کمال فروتنی اینه که تخت پرجلالش رو گذاشت، اومد مطیع اراده پدر شد، در رحم مریم یه دختر 16 ساله قرار گرفت و وقتی به این جهان اومد ذات الهی او بود، ولی او کاملا انسان هم شد. وقتی به دنیا اومد، چون انسان کامل شده، نیاز داره رشد بکنه، نیاز داره یاد بگیره، عقلش رشد بکنه، فکرش، ارتباطاتش در بین مردم، او در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم رشد میکرد. چون انسان خاکی شده، کاملا انسان شده و کاملا خداست. وقتی عیسی رو میبینیم که اینطور خودش رو خالی کرد، برای ما یک درس هست. پولس اصلا منظور نظرش نبود که به فیلیپیان بگه عیسی خداست، بلکه داشت میگفت گرچه عیسی خداست، ولی مثل اون فکر کنید، گرچه همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود رو خالی کرد. خالی کرد. چه چیزهایی هست که امروز خودم رو متفاوت از بقیه میبینم؟ یه سراشونه، وقتی در مقابل پادشاه وارد میشی، وقتی از پلا رفتی بالا باید چهار دست و پازانو بزنی جلوش. فروتنی و افتادگی در مقابل مکاشفه ای که از خدا داریده. وقتی نمیدونیم خدا کی هست، در مقابلش اسیان میکنیم. امروز فرصت هست که ما هم مثل فروتن بشیم.
شاید مدت هاست کلیسا میای و این پیغام رو شنیدی و قلبت رو در مقابلش ایستادگی میکنه. در این ایام مبارک کریسمس من میخوام در این انتها دعا بکنیم، اول برای کسایی که هنوز قلبشون رو به عیسی نسپردن، امروز قلب ها و روح های ما نجات بیابه. آمین. دومی مورد، به او اعتماد کنیم. ابراهیم اول اعتماد کرد، 28 سال اعتماد کردن با خدا رو یاد گرفت، بعد خدا بهش گفت اسحاق رو قربانی کن، بعد گفت چشم. همون روز اول گفته بود احتمالاً ابراهیم همچین کاری نمی کرد. تجربه دارید از حضور خدا؟ همه شما سرودی دارید، همه شما شهادتی دارید از خدا. و برادر فراز در این شرایط بودم، دیگه داشتم میمردم، خداوند من رو نجات داد، خداوند من رو عبور داد. چقدر بالای نستج اومدید شهادت دادید خداوند من رو تو اون بدبختی و تو فراکت نجات داد. بهش اعتماد کنید، بقیه راه هم میتونید به او اعتماد کنید، بقیه راه هم میتونید خودتون رو به دستای او بسپرید، چون او قابل اعتماده. سومین مورد، یا همون مورد دوم که به ترتیب رو نگفتم، ایمان. ایمان داشته باشیم که قادره. در طول خدمت کوتاهی که در زمین داشتم به مسیح خداوند، شاهد شفای جسم خیلی ها بودم، شاهد بودم که خدا چطور شفاشون داده. بیماری های لاعلاج، بیماری های پوستی، حساسیت های پوستی که 12 سال تمام بدن کهیر میزد. دعا کردیم، همون لحظه صاف نشد، اما روز به روز خوب شد، ظرف 1 هفته تمام لکا رفت. میخوام تو این لحظات ما هم دعا کنیم. آمین. سرپا بایستیم. لامینور هستی؟ تشنه روح تو ای ماینر، روحت را جاری، تشنه روح تو، روحت را جاری نما، زمین خشک قلبم با روحت. جاری نما، زمین خشک قلبم با روح سیراب نما، مشتاق روی تو، رویت را بر من بتاب، محتاج لمس تو، نورت را بر من بتاب. برای اون جاهایی که خودمون رو خیلی برافراشتیم، خودمون رو خیلی بلند کردیم، جایی که خیلی به خودمون، به اعتماد به نفس داشتیم، به جای اینکه ما
کرش بکنیم، ما حملش بکنیم. خداوندا به تو بسپاریم و بگیم امانوئیل، خدا با ماست، بر ما ترحم فرما. اون جایی که فکر کردم منم، اون جایی که فکر کردم با قوت منه، با عمل کرده منه، با دعای منه، با موعظه منه، با پرستش منه، با ایستادگی منه، بر من ترحم فرما. خداوند عزیزم، میخوایم زیر دست تو فروتن باشیم به نام یشوع مشیح. میخوایم که زیر دست تو فروتن باشیم. کیا میخوان فروتن بشن زیر دست خداوند؟ آمین. دست تو ببر بالا که نشانی از فروتنی تو باشه. بذار همین نشانی فروتنی باشه. من میخوام در حسن و جایگاه و موقعیت هستی. من میخوام زیر دست های تو فروتن بشم به نام عیسی، به نام عیسی خداوند. خداوند، میخوام در همین شرایطی که هستم با ایمان با تو زندگی بکنم، قدم ایمان بردارم خداوند عزیزم، چون میدونم موضوع ایمان من تو هستی که نه ابتدا داری و نه انتها، ازلی و ابدی، قیامت و حیات. خداوند عزیز، موضوع ایمان من تو هستی، پس هرگز امید من زائل نخواهد شد. کلام تو میفرماید تو متوکلان خود رو شرمسار نخواهی کرد. خداوند، تو دعا میکنیم برای اطاعت، دعا میکنیم که سال پیش رو خداوند که ملاقات تو نمایانگره، ای خداوند، این بود که با افراد مطیع و فروتن ملاقات میکنیم، مثل مریم مادر عیسی. خداوند، مطیع اوامر تو شد و در مقابل کلام تو سرخم کرد و گفت بشود آنچه که گفتی بشود. خداوند عزیز، امروز میخوایم که تو رو در رحم روحانی خودمون داشته باشیم. میخوایم که تو در رحم روحانی ما رشد کنی، قسمت‌های بیشتری از زندگی و قلب منو تسخیر بکنی تا هر که مرا ببینه تو رو دیده ببینه. خداوند، به نام عیسی مسیح خداوند میطلبیم. آمین. یه بار دیگه این سرود رو با هم بخونیم و بعد میخوایم دعا کنیم برای شفا. آمین. تشنه روح تو، روحت را جاری نما، زمین پشت روح سیراب نما، مشتاق روی تو، محتاج روح تو، نورت را بر من بتا، من از آن تو عیسی، تو از آن من پدر، قلبم مال توست، روحت مال من پدر، تشنه روح. کلیسا با هم، روحت را جاری نم، زمین خشک قلبم با روحت سیراب نما، مشتاق روی تو، نورت را بر من بتا، محتاج لمس تو، نورت را بر من بتا، من از آن تو، من از آن تو عیسی، تو از آن من پدر، I'm so sorry.
عیسی. خداوند امروز با این قلب من میتونم گروه پرستش آماده میشم و خودتون در حضور خدا ببینید.